با سلام هر چقدر که صحبت کنیم اونو مقام میپردازیم. سلام از هر ثانیه 0.04 افغانی از اینا میگیرن بدون کدام محدودیت یا مصارف پنهانی. بشک والا. برنامه تعلیمات اسلامی از طرف شرکت مخابراتی سلام و شما تقدیم میگردن. سلام، انتخاب افغان ها. بسم الله الرحمن الرحیم. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بیننده های گرامی برنامه تعلیمات اسلامی از شبکه مردمی نورین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه خوش آمدین. امیدوار هستم که تا آخری برنامه با ما باشین. موضوع برنامه ما در ارتباط پیام های شماست. همیشه به شماره 0747-98-98-23 پیام بگذارین، پیام های شما را من میخوانم. یکی از بیننده های ما نوشته کرده که کسی وفات شود و نوشتن نورنامه و بستن آن در پیشانی مرده چی حکم دارد؟ آیا شریعتی را جواز می دهد یا نه؟ ببینین، ما در ارتباط دفن میت طریقه مسنونی پیامبر گرامی علیه السلام داریم. تا جایی که رسول الله علیه السلام به ما دستور داده که در وقت دفن کردن عزیزانتان، در وقت دفن کردن پدر و مادرتان، فرزندانتان، اینی کارا را انجام بدهین، ما انجام داده می توانیم. گذشته از او خرافات یا بدعات یا او حرکاتی را که پیامبر علیه السلام نگفته و در دین جایگاه ندارد و مردم معتقد است که همچو حرکات برای مرده فایده می رساند، ما او را انجام داده نمی توانیم و برای مرده مفید نیست. مثلا در بعضی جاها رواج است که آیت قرآن کریم را نوشته می کنن در پیش روی مرده می مانن. یکی و اینجا برادر ما نوشته که نورنامه، نمی فهم که نورنامه چی است. به هر صورت بعد از این که انسان فوت می کنه در قبر گذاشته می شود، یگانه چیزی که به انسان فایده دارد او عمل صالح است. نه شمشیر در قبر به انسان کار می رود، نه قرآن کریم کار می رود، نه کدام دعا کار می رود، نه کدام همراه کار می رود، هیچ کس کار نمی رود. رسول الله علیه السلام می فرماید کسی فوت می کنه تا سر قبرش وارثینش می رود و اعمال صالحیش امرش می رود. مگر زمانی که ای انسان را در قبر گذاشتند، دفنش کردند، وارثینش بر می گردد، ترکش می کند، یگانه چیزی که همراه انسان در قبر هست او اعمال صالح هست. اعمال صالحی تو مجسم می شود، اعمال صالحی تو مدافع می شود، اعمال صالحی تو محافظ می شود، حتی در برابر ملائکای عذاب خدا می استن. مثلا یک حدیث است، رسول الله علیه السلام می فرماید کسی که سوره ملک را، سوره ملک یک سوره از قرآن کریم است، کسی این سوره را بعد از نماز خفتن همیشه بخواند، او عذاب قبر به او نازل نمی شود و از عذاب قبر نجات پیدا می کند. در ارتباط اینمی سوره رسول الله علیه السلام می فرماید که ملائکای عذاب می آیند که را عذاب بکنند. یک مرد بسیار زوراور، بسیار قوی و بسیار متین ممانعت می کند، ملائکا را نمی گذارد که ای را عذاب کند. ملائکا به این آدم میگه که تو طرف شو، خدای یکتا ما را گفته که آدم عذاب کنین، او میگه که من نمیگذارم که تو عذاب کنی.
بالاخره ملائکا مجبور میشوند که بپرسند که تو کی هستی؟ ای جوان میگه که من سوره ملک هستم، من سوره ملک هستم، یک سوره از سورتهای قرآن کریم. یا شفاعت مرا الله بپذیرد یا مرا از قرآنش خارج کند. وقتی که این پیام ملائکا دریافت میکنند، ملائکا این پیام را به الله میبرند که یا الله ما میخواهیم عذاب بکنیم، اما سوره ملکت نمیگذاره که ما عذاب بکنیم. و میگد که بروین به الله بگوین که یا شفاعتم را در ارتباط این آدم قبول بکند یا ای که مرا از قرآنش خارج بکنه. الله می فرماید که من هیچگاه صورتی از قرآنم را از قرآنم خارج نمی کنم. من شفاعتی از او را پذیرفتم. در حدیث دیگری رسول الله علیه السلام می فرمایند که انسان وفات می کند، اعمال صالحش مجسمه، یعنی مجسم گردانده جسم برش داده می شود، مانند یک عروس بسیار زیبا و قشنگ وارد قبر انسان می گردد و با انسان یک جا می خوابد و به انسان خطاب می کند که من نماز تو هستم، من روزه تو هستم، من حج تو هستم، من زکات تو هستم، من ذکر و اذکار تو هستم. او اشیایی که در قبر مؤثر است چرا او را دنبال نمی کنین؟ که نورنامه نشتک و آیت قرآن نشتک و شمشیر به من امرای مرده و قرآن کریم امرای مرده دفن کو. ای اساس دینی ندارد، ای خرافات است و برای مرده هیچ فایده رسانده نمی تواند. اگر می خواهین که در قبر شما نجات پیدا کنین، از این راه ها بروین، همین حالا کمر را ببندین، نماز بخوانین، روزه بگیرین، اگر ثروت دارین زکات بدهین، اگر قدرت دارین به حج بروین و ذکر اذکار را انجام بدهین، خیرات و صدقات را انجام بدهین، که این همه اعمال صالحه در قبر مجسم گردانده آورده می شود و از شما دفاع می کند. اگر می خواهین که در قبر دفاع شوین، می خواهین در قبر حمایت شوین، در قبر حفاظت شوین، اینطور کارها را برابر اندازین، اعمال صالحه را انجام بدهین، نوشته کردن نورنامه و قرآن کریم و گذاشتن در لحد و گذاشتن در قبر هیچ فایده برای میت نمی رسند، بلکه می مردمی که می کار می کند گناهکار می شوند. این توهین به قرآن است. قرآن چی می فرمد؟ ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. ده هیچ جای از قرآن نیامده که این کتابی است که را دفن کنین امرای مرده تان. پیامبر علیه السلام که اولین مفسر قرآن است، در هیچ جای نگفته که قرآن امرای مرده تان دفن کنین، به برکت قرآن مرده شما از عذاب خلاص می شود، نجات پیدا می کند. اینطور در دین نیامده. یک واقعی محبت به قرآن و محبت به دین حضورتان قصه کنم. یک آدمی کافر بود، با یک مسلمان جر رو بس کرد و گفت که خدای تو هست یا نیست؟ مسلمان گفت که بله خدای ما هست. گفت خدای تو کی هست؟ چی روان کرده؟ گفت کتاب روان کرده، یعنی قرآن کریم. کافرم یک کتاب برداشت. گفت خیلی اونطور که باشه؟ اینطور میکنیم؟ کافر گفت من کتاب مداعتش میاندازم و تو هم کتاب تداعتش بنداز. اگر کتابت سوخت، من میدانم که این قرآن از خدا نیست، نعوذ بالله. اگر کتاب تو نسوخت، دعاتش انداختیم کتابت نسوخت، من میدانم که کتاب تو کتاب خداست و خدای را حفاظت کرد. مسلمان به کافر گفت که بیبی فیصله تو بیجاست، فیصله تو بدون منطق است. این قرآن قرآن کریم است، این قرآن کلام خداست. این من مسلمان که عقیده به این دارم، من چطور میگرم این را داتش میاندازم؟
انداختن قرآن در آتش ای گناه هست. یک فیصله دیگه من میکنم. کافر گفت بگو. گفت ای تو فیصله میکنیم. تو کتابت بگی در سینهت، من کتاب ما در سینه میگیرم. اردوی من وارد آتش میشه. من یقین دارم که خدا مرا حفاظت میکنه. و اگر تو یقین داری که کتاب تو برحق است، بعد تو را حفاظت کنه. کافر گفت نه، من این فیصله را قبول ندارم. من که داخل آتش هم خود میسوزم. مسلمان گفت که من عقیدم بیسته که من قرآن من میگرم داخل آتش میشم، من انشالله که نمیسوزم. اما این یه فیصله تو که قرآن در چی به انداز، در آتش به انداز، این خودش توهین به قرآن است. من یک مسلمان چطور به قرآن توهین بکنم؟ تو یک مسلمان چطور وقت قرآن توهین میکنی؟ قرآن را در قبر میمانی و دفن میکنی؟ قرآن یا آیات از قرآن فرقی نمی کند. پورا قرآن را مانده دفن کردن هم گناه، آیتی از قرآن را گذاشتن در قبر و دفن کردن هم گناه. بناهن اعمال صالحیتان در قبر شما را نجات میدهد، نه قرآن کریم. قرآن برای زنده ها آمده، نه مرده ها. قرآن نازل شده که زنده از او استفاده کند. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. هدل للموتا خو نگفته خدای یکتا که هدایت برای مرده هاسته که ببرین امرای مرده ها در قبر دفن بکنین. ای خو غلط هسته، ای اشتباه هست. همون نورنامه ای که شما میگین نورنامه نشته میشه، در او چی نشته میکنی؟ خالی از این نیست که یا الفاظ قرآن نشته میکنی، یا دعای مسنونه پیامبر علیه السلام نشته میکنی، یا چتیات نشته میکنی. این سه حالت خو یکش است. اگر قرآن نشته میکنی، همراه مرده دفن میکنی، گناهکار شدی. مرده ایت خدا نمیبخشد و این کار کار اسلامی نیست. اگر دعای مسنونی پیامبر علیه السلام را نشته میکنی و دفن میکنی، باز هم گناهکار شدی. پیامبر به خاطر از این احمد که دعایش نشته کنین، همراه مرده دفن کنین. پیامبر بشیر و نذیر بود. پیامبر مژده‌دهنده برای کسایی که اعمال صالحه انجام میدهند، برای از او مژده‌دهنده بود. برای کسایی که همیشه سر باز میزدن از نظام خدا، برای از اونها بیمدهنده بود که عذاب خدا شما را فرا میگیرد. پیامبر برزی نبود که الفاظ پیامبر را بگیرین امرای مرده دفن کنین. حالت سیومی که یا چتیات نشته میکنی، از پیش خودت جملات را ردیف میکنی و نشته میکنی، در قبر میمانی دفن میکنی. نه قرآن شفاعتت میکنه در او حالت، نه دعای رسول الله علیه السلام تو را شفاعت میکنه، و نه هم چتیاتی که تو نشته میکنی تو را شفاعت میکنه، بلکه شفاعت تو را اعمال صالحیت میکنه. از تو دفاع اعمال صالحه میکند. یگانه چیزی که با میت دفن میشود اعمال صالحه است. اعمال صالحه اونجا حضور پیدا میکند و تو را در آغوش میگیرد و تو را نوازش میدهد و نمیگذارد که ملائکه های عذاب خدا تو را عذاب بکنند. ما طریقی دفن میت از رسول الله علیه السلام داریم. پیامبر گرامی علیه السلام به دستای مبارکشان میت دفن کردن. بعد از دفن کردن رسول الله علیه السلام دعا فرمودن. دعا فرمودن به میت کاملا مسنون است، کاملا سنت است. استاد شدن به سر قبر دعا فرمودن کاملا مسنون است. خدای یکتا و پیامبرش که ولا تقم علا قبری، گفت دیگه بالای قبر منافقین استاد نشوی یا رسول الله علیه السلام، یعنی نماز جنازه نخوانی. دیگه نماز جنازه خواندن سنت که یک دعاست. نماز جنازه دعاست. ارتباط اهمیت نماز جنازه حدیث متعددی آمده. در یک حدیثش رسول الله علیه السلام می فرماید که 100 نفر مسلمانی که مشرک نباشند، یعنی شرک نکرده باشند به خدا،
اگر بیستن و دعا بکنن، نماز جنازه یک میت بخوانن، بگن یا الله را ببخش، خدا یک تا از روی می صد نفر تیر نمیشد، میبخشد. این رای بخشش گناهان است، این رای جبران گناهان است که اسلام عزیز ما این را گذاشته. امروز ما مرده نداریم بدون جنازه دفن شود. تا این مراسم بسیار خاصی نماز جنازه خوانده می شود. چی معنا؟ نماز جنازه دعا. با رسول الله علیه السلام اونجا میگه که صد نفر مسلمانی که مشرک نباشه و به الله شریک قرار نداده باشد، دستایش بلند کنه، دعا بکنه، من دعای از اونها را قبول میکنم، بنده خدا میبخش. در یک حدیث دیگرش پیامبر گرامی علیه السلام میفرماید که 20 نفر مسلمانی که شریک قرار نداده باشه به الله، استاد شوند نماز جنازه یک مسلمان بخوانند و دعا بکنند، خدای یکتا به برکت دعای امین 20 نفر به لیاز 20 نفر گناه میت میبخشد. این از راه های بخشش گناهان. خوشا به حال او کسایی که در جنازهشان هزارها مردم شرکت میکنند. این می خودش یک نوع خوشبختی آدم است. در نماز جنازه کسی که زیاد مردم شرکت کنه مسلمان، شما بدانین که آدم خوش قسمت است. یک حدیث دیگری پیامبر گرامی علیه السلام را بیان میکنم. رسول الله علیه السلام تشریف داشتن، یک جنازه تیر شد. اصحاب کرام رضوان الله علیه مجمعین گفتن که بسیار خوب آدم بود، خدا جنت جایش بکنه، خداوند که از تیر بخشه، بسیار خوب آدم بود. پیامبر اسلام که وجبت. لحظات تیر نشده بود که جنازه دیگری تیر شد. اصحاب کرام رضوان الله علیه مجمعین گفتن که بسیار بدبخت آدم بود، بسیار کثیف آدم بود، بسیار ظالم آدم بود، بسیار نادرست آدم بود. پیامبر علیه السلام که وجبت. بعد از این که میت‌ها برده شد و مدت زمانی سپری شد، اصحاب کرام رضوان الله علیه مجمعین پرسان کردن یا رسول الله علیه السلام، ما در ارتباط میت ها بحث کردیم، میت اول که یا میشناختیم خوب آدم بود، گفتیم خوب آدم از شما گفتین وجبت، و میت دومی که ما میشناختیم بدبخت بود، شرابخوار بود، زناکار بود، فاحش بود، لادین بود، دین ستیز بود، ما گفتیم که دین ستیز است، شما گفتین وجبت. این چی معنا دارد؟ پیامبر گرامی علیه السلام گفت که شما شهادت دادین به خوشبختی و به ایمان میت اولی، گفتین که آدم مسلمان خوب بود، مسلمان درست بود، خدا ترس بود، خدا جای بود. حضرت جبریل امین علیه السلام به ما گفت که الله برای جنت داد، بناهن ما گفتم وجبت، یعنی وارد جنت شد، یعنی جنت واجب شد، دعای شما پذیرفته شد. چند نفر کسایی که میت میبینن تیر میشوه، این گواهی را میدهن، خدا به گواهی از اینها وجبت، یعنی جنت برایش میدهد. پس هزارها نفری که میه اونجا میستد و دعا میکند، نماز جنازه را میخواند و بعضی هایش عشق میریزد، چی فکر میکنین که خدای یکتا آیا دعای از این مردم قبول نمیکند؟ قبول میکند. ما ایمان داریم. معیاری که پیامبر گذاشته در یک حدیث 100 نفر میگد، در یک حدیث 20 نفر میگد، بنابر اون معیار، بنابر روند کاری الله که مسلمانان جمع میشوند و عشق میبارن و نماز جنازه میخوانند، نماز جنازه چی معنا؟ دعا میکنن که خدایا را ببخش. اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غایبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. یعنی می دعا را میخوانند، معناش همیست خدایا زنده و مرده و خرد و بزرگ ما را همشه پروردگارا ببخش.
ای خودش یک دعای بسیار ورزیده، یک دعای سنت از پیامبر گرامی علیه الصلاة و السلام است که رسول الله علیه السلام می فرماید شما ای دعا را بخوانین: اللهم اغفر لحینا و میتنا و شهیدنا. اللهم اغفر لحینا، خدایا زنده های ما را ببخش، و میتنا و این مرده ما را ببخش. پیش از مرده برای خود می خواهی مغفرت، چرا تو زنده استی؟ میت خو فوت کرد، دروازه اعمالش بسته شد، دیگه احتمال گناه نداره که او احتمال گناه داشت بکنه. اما غم خود بخو که دروازه تو بسته است که تو گمراه نشی، تو بیراه نشی و تو کاری نادرست انجام ندی. اللهم اغفر لحینا، خدایا زنده های ما را ببخش، و میتنا، خدایا مرده ما را ببخش، و صغیرنا، اطفال ما را ببخش، پروردگارا و کبیرنا، بزرگای ما را ببخش. این دعایی است که در نماز جنازه خوانده می شود و این دعاست. پس برادر و خواهر گرامی، طریقه سنت رسول الله نماز جنازه خواندن به میت، دفن کردن میت، بعد از دفن میت دعا برای میت سنت است. و رسول الله علیه السلام دستای خود بلند کردن، گفتن که دعا بکنین که خدایا این برادرتان در حساب و کتاب ثابت قدم باقی بماند. وقتی که خواستین به مرده کمک کنین، دستایتان بلند که مو یا الله ای برادری ما را، ای پدر و مادر و خواهری ما را در حساب و کتاب ثابت قدم نگه بدار، پروردگار را در حساب و کتاب کامیاب بدر بیار. حتی بعد از دفن میت یک ساعت الا دو ساعت نجومی که 60 دقیقه 120 دقیقه میشه، کسی که به سر قبر می ایستد، تنها می ایستد و نمونجا خاموش. اینمی ایستادن شما برای میت کمک است، اینمی ایستادن شما شرعی است، اینمی ایستادن شما را پیامبر علیه السلام توجیه کرده و فرموده که کسی می خواهد برای موتای خود در قبر کمک بکند، به سر قبرش بایستد. یک ساعت الا دو ساعت بایستین تا که شما هستین منکر و نکیر نمی آید، تا شما هستین حساب و کتاب امین میت آغاز نمی گردد. وقتی که شما رخصت شدین، باز حساب کتاب این میت آغاز می گردد. رسول الله علیه السلام می فرماید که خانه نابلد و ممتحن نابلد و امتحان سخت. قبر که می مانند قبلا دیده بودی؟ نه، بار اولت است که در او خانه پای می گذاری. پس رسول الله علیه السلام می فرماید که وقتی مرده را در قبر ماندن، شما اونجا بایستین که مرده به قبر بلد شود. وقتی خوب صحیح به قبر بلد شد، باز شما تشریف ببرین که منکر نکیر بیاید و از این پرسان بکند این دست پاچه نشد و خواه به خانه ما خوش آمدین. در این خانه خو من یک چند لحظه خو زندگی کردم، باز تو آمدی. برادران و خواهران گرامی، دعا بکنین به موتایتان، سر قبر موتایتان بایستین بعد از دفن. نه قرآن دفن کنین، نه شمشیر دفن کنین، نه چتیاد نشته کنین دفن کنین، نه آیات قرآن، نه حدیث رسول الله را دفن کنین، هیچ کار نکنین بجز از اینکه خودتان دعا بکنین. خودتان در نماز جنازه دعا بکنین، بعد از به خاک سپردن به سر قبر بایستین دعا بکنین. برادران و خواهران گرامی، سپاسگزار هستم که شما تا حال در برنامه با ما بودین. امیدوار هستم که از برنامه استفاده کرده باشین. بازم از یاد نبرین به شماره 0747-98-98-23 پیام بگذارین. مشکلات روزمره دینی تان را بنویسین، با ما روان کنین، انشاءالله پاسخهایش ارائه خواهیم کرد. تا برنامه های بعدی شما را به الله یکتا می سپارم. الله نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
تعلمون. با سلام هر چقدر که صحبت کنیم اونا مقام میپردازیم. سلام از هر ثانیه 0804 افغانی از اینا میگیرن بدون کدام محدودیت یا مصارف پنهانی. بشک والا. برنامه تعلیمات اسلامی از طرف شرکت مخابراتی سلام و شما تقدیم گردید. سلام، انتخاب افغان ها.